زینب جان خیلی خوش آمدی. به نام آن خدای مهربانی، به نام آن خدای مهربانی که بر انسان عطا فرمود جانی. عجب جانی که جنسش کبریایی است، عجب جانی که جنسش کبریایی است، وجود و فطرت و ذاتش خدایی است، وجود و فطرت و ذاتش خدایی است. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، مجرای موفق برنامه امروزی ما هریر خانم شیرزاد و خانم علیزاده، و یک سلام گرم و صمیمانه دارم خدمت بیننده هایی که همکنون ما را از چینل شبکه تلویزیون راه فردا بیننده هستند. واقعا خرسندم در کنار عزیزان قرار دارم که از وجودشان مهر، لطافت و مهربانی سرچشمه میگیرند. خوشحال هستم. سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. ما هم نهایت خرسند هستیم از اینکه شما در برنامه داریم و همچنان شما هم خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت تمام عزیزان. امید است که هر جای افغانستان هستن جور سر سلامت باشن و یک فردای نو و خوب آغاز کرده باشن. سلامت باشین، خیلی خوش آمدید. خوش آمدین همتو با شور و شوق و با همتو استعداد و همتو انرژی کامل شروع کردن دیگه، بخی امساب انرژی بخشیدین و ما بازم خوشحال هستیم که در برنامه شما را داریم در بخش دکلمه که امروز شما را به عنوان مهمان در برنامه خود داریم. خب خانم محسنی عزیز از شما شروع کنیم، از دکلمه بر ما چی تعریف داریم؟ خب دکلمه قسمی که از نامش پیدا یا خود کلمه دکلمه را که اگر تحقیق کنیم در لغت به معنی از کلمه فرانسوی دکلمات که به معنی خانش و در اصطلاح عبارت از خانش مطالب و یا اشعاری که دیگران سروده و ما را و ما آنها را به شکل یک قسم یا نحوه تلفظ و یا نحوه اجرا میکنیم که برای مخاطب ما تاثیرگذار واقع شود. خود اینمی که وقتی مخاطب را جلب و جذب کنیم با دکلمه کردن و با امو متنی که قراره برای از اونا به اجرا بگیریم، خود امی کلمه رو به نام دکلمه یاد مونه. به یک انرژی برای افرادی که بیشتر شوق و علاقه دارن که برای جامعه خود یا برای احساسات درون خود را برای دیگران یا برای جامعه خود و ارث بگذارن. و بیشتر از اشعاری که هستم از گذشته باقی مانده، شعرها شعر سروده و ما از روی شعر از اونا و یا متن از اونا میگیریم به شکل آهنگ و به شکل یک صدای دلاویز برای دیگران دکلمه مونه. و بعضی موقع ها میتونیم که خود دکلمه را خود ما یک متن را بنویسیم، از خود متن را به جای بگذاریم و دیگرا خود ما هم دکلمه کنیم و برای دیگران بگذاریم تا اونا بتونه دکلمه کنن. یعنی تعریف دکلمه خودش میشه خواندن یا خانش. بسیار عالی، تعریف بسیار آن فهم. و همچنان فرهناز جان، زینب جان علی تعریف خود داشت، قسم که نحوه دکلمه کردن هر شخص فرق میکنه، اما قسم تعریف ها مختلف است. تعریف خودت از دکلمه کردن چگونه هست؟ من فکر میکنم هر شخص در وجود خود یک حس داره و میخواد که به یک نحوه که خداوند برشان استعدادهای خارق‌العاده ای داده او را بروز کنه. و دکلمه فکر میکنم بهترین روشی است که یک انسان میتونه تمام احساسات خود را بروز کنه، به جامعه بفهمانه و خیلی یک کار خوبی است. بله بسیار عالی، تعریف های جامعی که از دکلمه شما داشتیم. خب خانم سخی‌زاده خودتان بگید که چقدر مدت میشه به دکلمه کردن روی آورده؟ من راستش براتون بگویم، زمانی که خیلی خرد بودم علاقه خیلی زیاد داشتم و از همون سن طفولیت که تا حال دکلمه میکنم و علاقه روز به روز بروز کرده میره و زیاد شده میره. بله بسیار عالی. خب زینب جان از خودت میشنویم که چی باعث شد که خودت با دکلمه کردن رو بیاری و اینقدر دختر توانایی هم هستی، چی باعث شد که خودت بیایی به دنیای دکلمه و اشعاری اشاعران را دکلمه کنی؟ البته دلایل مختلف وجود داره. تنها دلیلی که ما میتونم برای رو آوردن و دکلمه بیان کنم این بود که من خودم صنف هفت مکتب بودم، یک روز شعری از شاعرها را میخوندیم که دمی قسمت شایق جمال. بله. در اونجا که رسیدیم خیلی یک شعر پرمفهومی را در اونجا خوندیم. بعد از او علاقه بیشتر شد به ای که مثلا آدم ها وقتی درونش پر باشه و یا
خیلی از چیزایی که نتونه برای دیگران به شکل عادی و عام فهم بیان کنه میتونه در قالب شعر و یا دیپلمه بیان کنه. و بعدن کم کم نظر دمو شعری که را خواندم یک احساسات تغییر کرد و کم کم رو آوردم به دیپلمه کردن، تا جایی که حتی امی صنف 12 وقتی ما امتحان کنکور دادیم در قسمت وقتی رفتیم سال اول که دانشگاه خواندیم، استاد ما استاد زیای رفعت بود، بخش ادبیات که درس میداد، بعد یک تیم تشکیل داد، گفته که در این تیم ما دخترها یک جای میشیم، از خود یک آثار را میخواییم برای جامعه خود تحویل بدیم. در این تیم یکی از اما تیمایش که قرار بود تشکیل شده یکیش عضویش من بودم. وقتی در اونجا ما رفتیم دخترها را میدیدم خیلی هایش آنقدر مثلا دیکلومه و یا اشعار شاعرها را به شکل برجسته و دقیق یعنی دیپلمه میکرد که علاقه من بیشتر و بیشتر شد. از اون زمانه که تا حالی یعنی علاقه دارم که دیپلمه را یعنی بیشتر بخوانم و بسرودم و یعنی در قسمت بک‌گراند چیزایش از زمین دیپلمه های خیلی جالب و نوب استفاده کنم. بسیار عالی، بسیار زیبا. دقیقاً یک مدت طولانی میشه دیگه، صنف 7 تا فعلا شاید 7 سال 8 سال در بر بگیره که در این هنر روی آوردین. باز زینب جان در خانواده بیشتر از طرف کی حمایت میشه، کی حامی تو هست؟ در خانواده خود در کل گفتم میتونیم که عضو خانه در کل وقتی بخواید فرزندش پیشرفت کنه همهشان رول عمده خود داره، ولی بیشتر کسایی که مرا در خانه حمایت مونه پدری میه، خواهری میه، خب در کل برادرایم، ولی بیشتر که حمایت مونه پدری میه که همه قدر دیره که مثلا درس خواندیم و در هر بخشی که رفتیم فعالیت کردیم بیشترش هم پدریم نقش داشته. و در قسمت ازی که ما بیشتر وقتا در خانه مثلا دیپلمه مونم یا به اجرا میگیرم وقتی صدایم را پدرم میشنوه همیشه دیمیم ایره میگه که موفق باشی، یعنی تو میتونی با می دیپلمه کردن و خواندن یک شعر میتونی خیلی جامعه را تغییر بدی. یک سخن پدرم باعث میشه که ما هزار یک انرژی بگیرم، یعنی بیشترین حامیم پدرم یاد خانه. بسیار عالی، دقیقاً که در کل والدین حمایت کننده هستند در هر بخشی که بتونه فرزندانشان کوشش کنه و بتونه در او بخش همیشه پیشرفت کنه. همیشه وقت پدر والدین هستن که پدر و مادر والدین هستن که حمایت کننده دختر یا پسرشان هستن. خب خودتان خانم فرهناز عزیز بر ما بگوین که دیکلمه کردن شما یا به شیوه تخصصی جایی یاد گرفتین یا نه، امی بروز احساسات خودتان یا علاقه که خودتان به دیکلمه کردن داشتین باعث ازی شده که شما به دیکلمه کردن روی بیارین؟ خب پیش کسی ما نبودیم، البته خودش گفته گپی دوستان که استعداد خارق العاده است که خداوند برام بخشیده. گفته گپی خواهر عزیزم، زمانی که من در مکتب بودم کوشش میکردم زیادتر ترانه بخوانم و خیلی علاقه داشتم. ساعتهایی که استاد نمی آمد تمام شاگردان میگفتم آرام باشین چون ما میخوایم که براتون ترانه بخوانم. و بالاخره بعد از اینکه ترانه خواندن شروع شد دیدم که تمام همصنفی های مرا خیلی تشویق کردن و گفتن تو میتونی. یک میتونی اونا یک یعنی کلمی که اونا گفتن تو میتونی به من خیلی انرژی بخشید و بالاخره همین بود که در سطح مکتب ما استادای من مرا خیلی تشویق کردن و گفتن که وقتی که خداوند برات یک استعداد میده تو باید از اون استفاده خوب بکنی. و دیگه بعد از او تمرین پیش خودم دیگه مرا زیادتر وقت مادر جانم خیلی تشویق میکنه که واقعا باید یعنی استعدادی که داری تو به نمایش بگذاری و ببینن مردم که واقعا چنین افرادی هم در جامعه امروزی وجود داره. دقیقاً، بسیار عالی. طبعا همین دوستا هست، فامیل هست که باید گفتن اونا که خودت میتونی میتونی این شعر مثلا دکلمه کنی یا میتونی موفق شوی، همینا میتونه که ما را بسازه، سازنده ما باشه. بله خاطر جان، اگر چی هم دقدم کده باشین کلمات روی انسان خیلی تاثیر داره، برای توانستن ها یا نتوانستن ها یا بعضی حرف هایی که افراد از گرد و بر انسان به یک فرد میگه که بله تو دهی بخش میتونی دهی بخش نمیتونی، اینا کلن کلمات هست که بالای فرد بالای روحیه یک فرد تاثیر عمیق خود میذاره. پس چه خوب است که ما همیشه وقتم از کسانی باشیم که حمایت کننده افراد هستیم و همیشه کلمات مثبت به کار میبریم.
خب در بخش دکلمه کردن آیا خودتان خانم محسنی عزیز کدام الگوی خاصی را قرار دادین، از کدام شاعر مثلا الگو گیری میکنین، شعرهایش دکلمه میکنین یا نه، در کل دکلمه هایی که خودتان دوست دارین و یا دکلمه هایی که مورد علاقه خودتان است را دکلمه میکنین؟ خب نه، در قسمت دکلمه کردن مثلا کدام کسی را الگو قرار ندادیم. که الگو قرار داده باشم که من سبک خود، روش خود، طریقه خود مطابق دکلمه دیگران باید عیار کنم. من خود نموس سبکی که دوست دارم، شعرهایی که دوست دارم در کل تمرین میکنم و در پلوی از این که سبک و بخش تمرین مهمه، یک بخش دیگه به نام که بک‌گراند این چیزا خیلی مهمه و بیشتر از موقعی که مثلا ما دکلمه مونم بک‌گراند را پخش میکنم، بازم شعری که دوست دارم یا شعری که خیلی از جملات و مفاهیم کلمه هایی که مفاهیم داره استفاده شده، از اونها استفاده مونم و در کل یعنی کدام الگو و شخصیت خاصی را معیار قرار ندادم در زندگی که باید سبک مطابق از اونها باشه. از سبکی که شعرهایی که مورد دکلمه قرار میگیرین خودتان دوست دارین؟ بله بله، بسیار علی. قسمت فروزانجان میگه هرچی از دل برخیزد بر دل نشیند. بله، قسمت خودشان خوششان میایه، طبعا دکلمه‌ای که می داشته باشن خوش شنونده خوب ما میایه. خب فرهناز جان، طبعا امروز در برنامه ما دکلمه هم آوردی. بله. دکلمه راجع به چی است؟ اگه آماده هستی از خودت بشنو. یکی در وصف خداوند است و یکی در وصف مادر است. بسیار علی، هر کدام شکی بیشتر خوش خودت میایه ما از خودت میشنوی. گر تو می خواهی سعادت در دعای مادر است، گر تو می خواهی سعادت در دعای مادر است، خیر و نیکی باغ و جنت زیر پای مادر است، خیر و نیکی باغ و جنت زیر پای مادر است، شاد گردان مادرت را تا شود راضی ز تو، شاد گردان مادرت را تا شود راضی ز تو، چون رضای رب یکتا در رضای مادر است، طفل بودی بی تحرک بی بیان و بی زبان، طفل بودی بی تحرک بی بیان و بی زبان، لیک حالا این جوانی از دعای مادر است، نام داری مال داری شهره گشتی در جهان، هر دو عالم هر چی داری از برای مادر است، هر دو عالم هر چی داری از برای مادر است، خسته می سازد تو را جز عشق پاک مادرت، خسته می سازد تو را جز عشق پاک مادرت، چون تمام مهر و الفت در وفای مادر است، چون تمام مهر و الفت در وفای مادر است. تقدیم به مادر جانم، به کل مادرم. بسیار عالی، واقعا یک دکلمه عالی، اما قسم دلنشین، صدای بسیار لطیفی که خودت داری واقعا در دل همه ما چنگ میزنه. در دقیقا قسم خودت در دکلمه خودت گفتی که ما هر چی که داریم از دعای مادر است. پس چه خوب است که ما همیشه دعای مادر جان ما را در پشت ما داشته باشیم و حتی با یک کلمه اوف هم نتانیم دلشان را نرنجانیم. بسیار عالی. دقیقا که مادر نعمت نایابی هست در زندگی بر ما. خب زینب جان، از خودت هم اگر یک دکلمه بشنویم، شنونده هم منتظر است. هم باشه. خب دکلمه ای که قرار امروز به اجرا بگیریم در مورد خداوند. بله، بسیار عالی. در مسجد و در کعبه و دنبال خداییم، در مسجد و در کعبه و دنبال خداییم، از حس خدا در دلمان دور و جداییم، هم مسجد و هم کعبه و هم قبله و خانه است، دقت بکنی نور خدا داخل خانه است، در مسجد و در کعبه و دنبال چه هستی؟ در مسجد و در کعبه و دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خدایی؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم،
در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ در خلقت ما راز معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. شاید که بوتی در وسط ذهن من و توست، باید بوت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تن من هست، نزدیکتر از خون و رگ گردن من هست. در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟ باید که در آینه کمی هم به خدا آییم، ما جلوه از خلقت زیبای خداییم، ما جلوه از خلقت زیبای خداییم. هر کس که دلش آینه شد فاقد لکه، در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه، در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه. بسیار زیبا و بسیار عالی. یک دکلمه ای که درباره خداوند بود و بسیار دکلمه زیبا. خب در کل خاطر جان امروز دکلمات زیبا را از دو تا مهمان عزیز ما داشتیم. دقیقاً. و ای دکلمه هایی که شعرهایی که بعد دکلمه هم گرفتن شعرهای بسیار زیبایی که بعد دکلمه گرفتن. خب در مورد عزیز بگوین که مثلا تا چه اندازه با دکلمه کردن میتونین احساسات درونی خود ابراز کنین؟ زینب جان. خب نظر به این که خیلی از مواقع، خیلی از حوادث زندگیه که سر روحی انسان تأثیر گذاره. خب در اینجا خیلی ها میتونه با درد دل کردن با دیگران و یا بروز احساسات برای دیگران درد درونی خود یعنی چی کنم بگویم، ولی بیشتر از مواقع که خودم مثلا احساس خوشی و یا احساس غم که دیم رخ میدم، از این که برم با دیگران بشنم قصه کنم و درد دل بگم، از این که در یک گوشه برم یا در یک جایی که هیچ کسی نباشه و وقتی که کسی نباشه یک شعری را که چه حفظ باشم چه نباشم و یا بعضی از مواقع که از کتابچه یه چیزا استفاده کنم، شعری را به دکلمه میگیرم. هر چقدر مثلا حسم احساس مثلا ناراحتی داشتم، هم توسط می دکلمه کردن میتونم درمان کنم و یا بعضی از مواقع که احساس انسان ها احساس خوشی داره، هم میتونم توسط می دکلمه کردن خود اینی آرام کنم. اینی تاثیراتشه. بسیار عالی. خب فرهناز جان از خودت میشنویم که زمانی که خودت یک شعر دکلمه میکنی، شعر بر خود انتخاب کردی که بیشتر در کدام قالب باشه؟ عاطفی باشه، احساسات باشه، مناجات باشه، یا هر شعری که میبینی خوشت میاد خودت با دکلمه کردن میگیریش؟ من زیادتر وقتی که خسته باشم به این فکر میکنم، میگم باید خدا راحت بسازم، چون بغض یا مشکلاتی که سر راه میآید، گفته که به خواهری عزیزم نمیخوایم با کسی شریک بسازم، میخوایم خودم حلش بکنم. در او اصنا هر آن شیری که مثلا در نگاه ما بیشینه مرا جذب بکنه، بزیادتر ما مایل به او میشم تا میتونم کل فرصت برش بتم، میخوایم برش وقت بتم تا یکی او واقعا مرا جذب بکنه، تا یکی واقعا اگر گاهی من دوباره دکلمه خدا که میشنوم راحت شوم، بگویم که یعنی لااقل فکر میکنم دکلمه یعنی یک شخص از برای من که تمام حرفای مرا گوش میکنه و دوباره مرا مجذوب خود میکنه و ایتو به من یک حس میده که ناراحتی چیزی نباش یا غمی که در درون داری فعلا درون محض. بسیار عالی، بسیار عالی. سخنهای زیبا از خودتان شنیدیم و چیزهایی که در مورد دکلمه و شعر و احساسات بیان کردین و در لابلایشان یک یک دکلمه بسیار زیبا هم داشتین. بسیار ممنون شما هستیم که امروز در برنامه ما تشریف آوردین و دعوت ما را پذیرفتین. خوش آمدین. بخیر باشین. سلامت باشین.